نکاتی جالب در مورد مغز و معنایی که برای شما دارن. نقل قول مشهوری از ایان استوارت، ریاضیدان و نویسنده داستانهای علمی، درباره درک مغز وجود داره که میگه اگر مغزمان آنقدر ساده بود که قابل فهم باشد، ما هم آنقدر ساده می شدیم که قادر به فهم آن نمی بودیم. این جمله دشوار فهمیه، جدی میگم، اما نکته جالبی داره. مغز تنها چیز در عالمه که ذاتاً از درک معنای واقعی اون ناتوانیم، زیرا اونچه که تلاش در فهم اون داره دقیقاً همون چیزیه که باید فهمیده بشه، مثل اینه که بخوایم پشت تخم چشممونو ببینیم. با این حال مغز یکی از پیچیده ترین چیزهای عالمه. با وجود اینکه بیشتر مردم اطرافتون احمق به نظر میان، باید گفت قدرت محاسباتی مغز انسان و توانایی سازگاری و شناختش از محیط اطراف فوق‌العاده بالاست. حالا اینجا درباره مغز و معنایی که این مطالب برای شما دارن، حقایق شگفت‌انگیزی رو مطرح میکنم که طی این سالها بهشون برخوردم. ما دوران کودکیمون رو فراموش میکنیم چون سلولهای مغزمون جایگزین میشن. اوایل دوران جنینی حدود 250 هزار نورون در هر دقیقه شکل میگیرن. از اونجا که ساخته شدن نورون‌های جدید میتونه دلیل اصلی فراموش کردن گذشته باشه، ساخته شدن چنین حجم بالایی از نورون‌ها در دوران نوزادی هم میتونه دلیل این موضوع باشه که چرا سالهای اولیه زندگی خودمون رو به یاد نمیاریم. حالا این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ فکر میکنم همه ما بر این باوریم که مغزمون پایداری فیزیکی داره. اگه تو کودکی از روی دوچرخه افتادید، مغزتون همیشه اون حادثه رو به یاد داره و به نوعی اون ارتباط همیشه با شما باقی میمونه. اما حقیقت اینه که مغزتون مثل هر قسمت دیگه ای از بدنتون دائما در حال تغییر و بازارایی خودشه و نورون‌هایی که موقع سایده شدن زانوتون به آسفالت وجود داشتن ممکنه از بین رفته باشن و این در واقع یعنی برخی از دردها و آسیب‌های دوران کودکی سرانجام به آسونی برای همیشه از وجودتون پاک میشن، صرفاً به این دلیل که خب زنده اید. اصطلاحی عامیانه وجود داره که میگه زمان دوای هر دردی است. شاید خواص ترمیم کننده مغز از خیلی جهات گویای همون خواص ترمیم کننده زمان بر دردهای ما باشه. مغز کارآمدترین نظام رایانه‌ای جهان هستیه. در حالت هوشیاری مغز حدود 20 وات انرژی تولید میکنه که معادل انرژی لازم برای روشن کردن یه لامپ کم نوره. رایانه روی میزتون چیزی معادل 1,000,000 برابر بیشتر از اون انرژی مصرف میکنه و این باعث میشه مغز کارآمدترین رایانه‌ای باشه که میشناسیم. امروزه یکی از سریع‌ترین ابر رایانه ها میتونه 1.73 میلیارد نورون و 10 تریلیون سیناپس رو شبیه سازی کنه که چیزی معادل 1% شبکه مغزی انسانه. خب حالا این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ باید از مغزتون مراقبت کنید. مغزتون اگرچه از خیلی جهات شبیه رایانه است، از جنبه های دیگه شبیه ماهیچه است. باید اون رو دائما به کار بگیرید تا چابک نگهش دارید. به عبارتی اونچه که بین دو گوش شما قرار داره مقدسه و در جهان شناخته شده در اوج پیچیدگی قرار داره. بهش افتخار کنید، ازش مراقبت کنید. هرچه بیشتر از مغزتان استفاده کنید، بزرگتر می شود. وقتی چیز جدیدی می آموزید یا مهارتی رو در سطح گستردهی تمرین می کنید، مغزتون صرفاً پیوندهای جدید نمی سازه، بلکه اندازش هم واقعاً رشد می کنه. برای مثال، بخش جهتیابی مغز تو راننده های تاکسی در مقایسه با افرادی که راننده تاکسی نیستن بزرگتره و تو مغز نوازنده های حرفه‌ای ویولون قشر حرکتی مرتبط با دست کمانگیر در مقایسه با افرادی که موسیقی نمی نوازن بزرگتره. حالا این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ خب شاید باید بیشتر از مغزتون کار بکشید، شاید هم نه، نمیدونم. استرس سلول‌های مغزی رو می‌کشه. استرس ممکنه باعث کاهش تعداد سیناپس‌ها در نقاط مختلف مغز بشه و به بیماری‌های روانی متعددی بیانجامه. این برای شما چه معنایی داره؟
اینکه هر سال دانشمندان در حال کشف گروهی از بیماری‌ها هستند که بر اثر هورمون‌های استرس و تأثیر اونها بر بدن انسان ایجاد میشن. مغزم از این قاعده مستثنا نیست. تو فرهنگ ما اغلب استرس داشتن امری پسندیده قلمداد میشه. به این معناست که شما دارید اهمیت میدید. به این معناست که دارید کار میکنید. اما قرار دادن خودتون زیر فشار استرس مداوم از نظر عصبی و جسمی مثل مصرف روزانه سیگار و الکل و حتی شاید بدتر. ما هنوز نمیدونیم داروهای بیهوشی چطور عمل میکنن. داروهای بیهوشی تو دنیای پزشکی انقلابی ایجاد کردن. پیش از اون که بیهوشی در پزشکی به روشی متداول تبدیل بشه، خیلی از افراد ترجیح میدادن خودکشی کنن تا اینکه بخوان زیر تیغ جراحی برن، چون تجربه شکنجه آور و دردناکی بود. اما با وجود گذشت سالها از بکارگیری روش بیهوشی، دکترها و دانشمندا هنوز نمیدونن داروی بیهوشی دقیقاً چطور عمل میکنه یا چطور باعث الغای بیهوشی تو بیمارا میشه. تنها میدونیم استفاده ازش نتیجه بخشه. اصلا چرا رای دور بریم؟ ما هنوز حتی واقعا نمیدونیم چرا این همه میخوابیم. در حقیقت باید گفت وقتی صحبت از مغز میشه ما حتی از فهم ابتدایی ترین مفاهیمش ناتوانیم. این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ خب دفعه بعد که مقاله‌ای تو روزنامه یا مجله‌ای میخونید که نوشته دانشمندان میگویند این بخش از مغز اینگونه عمل میکند، بیاد داشته باشید که فهم ما از مغز هنوز در سطح ابتداییه. در مقیاس 2 به اضافه 2 تا محاسبات دیفرانسیل ما تازه به جدول ضرب شناخت مغز رسیدیم. دانشمندان می توانند نورون های مجزا را کنترل کنند. اپتوژنتیک یکی از شاخه های روبه رشد علوم مغز و اعصابه. این تکنیک به دانشمندان این توانایی رو میده که نورون های خاصی رو تو بخش های مجزایی از مغز حیوانات فعال یا غیر فعال کنند. نورون‌ها به ویروس‌های خاصی آلوده میشن که اونها رو نسبت به طول موج مشخصی از نور حساس میکنن و به محققا امکان کنترل رباتیک برخی از رفتارهای به خصوص رو میدن، مثل وادار کردن یه موش به دویدن دورانی پادساعتگرد. خب این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ پیوند میان مغز و رایانه. به زودی قادر خواهید بود بدون برداشتن کنترل کانال تلویزیون رو عوض کنید. دانشمندان می توانند مغز کشت کنند. دانشمندان به تازگی روش‌های جدیدی مبتنی بر سلول‌های بنیادی ابداع کردند که امکان کشت مغز یا حداقل بخش‌هایی از مغز رو برای کاربردهای آزمایشی در آزمایشگاه فراهم می‌کنه. این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ با مسئولین علم ستیزتون تماس بگیرید و از اونا بخواید از مشکل تراشی بر سر راه تحقیقات سلول بنیادی با مطرح کردن جنبه‌های اخلاقی اون دست بردارن. نورون‌های باستابی. وقتی رفتاری ساده از شما سر میزنه، مثلا خم میشید چیز رو بردارید، گروهی از نورون‌های حرکتی طبق الگوی خاصی برای کنترل اون رفتار فعال میشن. نکته جالب اینه که موقع تماشای فردی که همین رفتار رو انجام میده، زیر مجموعی از همون نورون ها تو مغز شما فعال میشن. بعضیا معتقدن این نورون های اصطلاحاً باستابی یا آینه‌ای در یادگیری از طریق مشاهده یا حتی درک متقابل نقش دارن. خب این موضوع برای شما چه معنایی داره؟ احتمالاً به همین علته که موقع تلاش برای کسب مهارت یا خصوصیتی جدید، پیدا کردن افرادی الگو با همون مهارت یا خصوصیت میتونه براتون بسیار سودمند باشه. تماشا کردن اونها باعث میشه مغزتون از لحاظ عصبی انجام اون رو تمرین کنه. فقط یک کاش این موضوع تو پرورش اندامم عملی بود. مغز شما بین درد فیزیکی و درد احساسی هیچ تفاوتی قائل نیست. تحقیقات عصبشناسی پیوند نسبتاً مستقیمی بین ذهن و جسم یافته و نشون داده که دردهای فیزیکی و احساسی نواحی مشترک زیادی رو در مغز فعال میکنن. دانشمندان معتقدند در سیر تکاملی ما سیستم درد فیزیکی در به وجود آوردن سیستم درد احساسی نقش داشته. به طور غیر منتظری اثبات شده که مصرف مسکن استامینوفن تو کاهش احساسات منفی ناشی از طرد شدن اجتماعی مؤثر بوده و حتی به نظر میرسه فعالیت مغزی تو مناطق مرتبط با درد احساسی رو کاهش میده. خب این موضوع برای شما چه معنایی داره؟
تو جامعه نسبت به درد احساسی نگاه‌های منفی زیادی وجود داره، در حالی که برای درد فیزیکی اینطوری نیست. اگه ببینید دوستتون مجروح شده و خونریزی میکنه، حق دارید وحشت کنید، بهش پیشنهاد کمک بدید، در حالی که خیلی از ماها تو بسیاری از موقعیت‌ها نزدیکترین اشخاص به خودمون رو که نیاز مبرم به کمک دارن نادیده میگیریم. تصور کنید شخصی با دست شکسته یا شونه از جا در رفته، در حالی که از درد نعره میزنه نزد شما بیاد و شما بهش بگید میدونی شاید فقط باید توی طرز رفتارت با شونت تجدید نظر کنی، یا خوشبین باش خیلی طول نمیکشی که دوباره خوب میشی. متاسفانه برای بسیاری از افرادی که از افسردگی، استراب یا اختلال استرس پس از سانحه رنج میبرن دقیقا همین اتفاق میفته.